بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به حل فورم های سال 14-1. در درس های سال 14-1 هستیم. امیدوار هستیم دوستان عزیز که جور صحتمند باشین، درس ها را از ابتدا از درس اول همراهتان تعقیب کرده باشین. دوستان عزیز میتونین در این چینل تمام درس هایتان را پیش ببرین. وقتی که در چینل آمدین، سر چینل کلیک میکنین، میرین پلیلیست میزنین و پلیلیست ها میایه به شکل فولدر. هر مضمونی را که خوش دارین به زبان پشتو و دری میتونین که در این چینل ببینین. و بعض دوستای ما که پرسان میکنه که درس ها گردوار است، یادتان باشه که در این چینل درس ها به شکل فولدر است، منظم است، هیچ مشکل نداره. فقط ای گپ است که شما باید برین پلیلیستش پیدا کنین و از فولدرش استفاده کنین. دوستای ما، شما آمدیم در حل فرم های سال 14-1 هستیم و بخش چی امروز کار میکنیم؟ بخیر، امروز بخش اعداد موهومی را کار میکنیم. اعداد موهومی پلس اعداد مختلط، دوستو عزیز، مختلط که در بخش کنکور سوالاش بسیار زیاد آمده. و امروز هم بخیر، جلسه ما شما چندم است؟ جلسه نهم است دوستو عزیز. جلسه نهم، درس نهم ثبت میکنیم و در درس های قبل درباره ماتریکس گپ زده بودیم. دوستای عزیز، بخش اعداد موهومی یا اعداد مختلط که است در کنکور بسیار یک بخش مهم است، در هر سال سوالش آمده و در این سال هم چند سوالی که بعد دستم آمده، اما فقط براتون کار میکنیم چون موضوع سال 14-1 است. اما سوالایی که مربوط از این سال میشه اما رو میگیریم کار میکنیم. سوال اولی که دوستای عزیز این بخش آمده، سوال اول گفته که آی به توان منفی 93 چند میشه؟ جواب از ما شما خواستن. آی دوستای عزیز عبارت از واحد اعداد موهومی است و عبارت از جذر منفی یک است. یعنی هر جایی که شما با آی روبرو میشین میفهمین که این اعداد چی هستن؟ موهومی هستن. اعداد موهومی هستن و با ما شما سوالش میه که را حل کنین. حال خوی سوال با ما دادن و میبینین دوستای توان تاق از بجفت بدرش میکنین. آی به نمای منفی 93 است، میتونی که 94 نشتیش کنی، ضرب آی نشتیش کنین دوستای عزیز. پس قاعده مساوی است قاعده 1، توانا رو که جمع کنین منفی 94 1 میشه منفی 93. سیز آل میتونی که بجای آی قیمت شبانه نشته میکنین جذر منفی 1 به نمای منفی 94 ضرب آی مساوی میشه به 12 میگیم، اینجا 428 و 7214 منفی 47 شد. سیز قاعده منفی توان طاق است منفی 1 به نمای 47 1 به نمای 47 1 میشه و 1 ضرب آی هم آی منفی آی. جواب سوال ما شما است، یعنی جوابی سوال چند است؟ منفی آی. میریم دوستای عزیز سوال دومی که در سال 14-1 در بخش اعداد مختلط یا موهومی آمده، زید مساوی میشه به کوساین پای بر 2 جمع آی ساین پای بر 2. این به شکل آمده سوال و از ما شما خواسته که زید به نمای 101 شما پیدا کنین. 101 چی کنین؟ پیدا کنین. یعنی در این سوال دوستای عزیزی یک عدد بگویم قطبی داده شده یا مختلط داده شده که این کوساین پای بر 2 و آی ساین پای بر 2 است و زید به نمای 101 از ما شما چی کرده خواسته. شما اول میگین زید مساوی میشه به کوساین 90، یعنی پای بر 2 90 میگه، کوساین 90 0 است، جمع آی هم خودش ساین 90 هم چند است؟ 1. اینجا یک کمی من ساده که کنین، آی مسیح میشه به چند؟ آی مسیح زید مسیح میشه به چند؟ زید مسیح به آی. اطراف از زیره به توان 101 بلند میبریم، یعنی چیزی که از ما شما سوال شده. پس میگیم زید به نمای 101، یعنی بناشی است که آی به نمای 101. گفتم توانش باید جفت جور کنین، نشته میکنین که آی به نمای 100 ضرب آی. به شکل پیش میرین دوستای جذر منفی 1 به نمای 100 ضرب چند است؟ ضرب آی است. مساوی میشه میگیم 1252 سیز منفی 1 به نمای 50 ضرب آی. به شکل قاعده منفی توان جفت است مثبت، 1 به نمای هر عدد 1، 1 ضرب آی آی. یعنی جواب سوال ما شما شد مثبت آی. جواب سوال است مثبت آی که در طرف پیداش کرده و حلقش میکنین حل میشه. میریم دوستای عزیز سوال سیومش میگیریم حل میکنیم. سوال سیوم از دوستای عزیز، سوال سیوم گفته متریک یک دانه اعداد مختلط داده، مثلا گفته 2/7 منفی 2/7 آی
دینت یک عدد داده و از ما و شما معکوس ضربی زیره خواسته، معکوس ضربی زیره خواسته. معکوس ضربی را گفته که معکوس ضربی این عدد را شما چی کنین؟ پیدا کنین. دوستای عزیز، معکوس ضربی خو اول همه تادیم که تعریف کنین. دو عدد زمان معکوس یک ضربی که دیگه شده میتونه که ضرب شوه جوابش یک شوه. ضرب شوه جوابش چند شوه؟ یک. مثلا معکوس ضربی دو که است عبارت از یک بار دوست که ضربش کنی دوم را دو میره جوابش چند میشه؟ جوابش یک میشه. در اینجا از ما شما خواسته که همین سوال سوم است و در این سوال بگیریم معکوس ضربی همین ماتریکس شما چی کنین؟ پیدا کنین. پس معکوس ضربی از این ماتریکس عبارت است، معکوسی از این عدد است، یعنی این عدد برش معکوس میکنین و جوابش است، یعنی میگین یک بر دوی بر هفت منفی دوی بر هفت آی، یعنی این عبارت است معکوس ضربیش است از این ماتریکس. صحیح است؟ مگم در کنکور دوستای عزیز به این شکل سوال نمی باشه، یعنی جامعه وی خصه ایست که شما پیداش کردین. مگم در کنکور باید در چارابه تو عدد مختلط در مخرج نمی ده. ای را گویا می سازه، مزدوج شب ضرب میکنه کتش و ای را ساده می سازه. پس ما و شما هم کوشش میکنیم که را چی کنیم؟ ساده بسازیم. اول خو میتونی که یک دوی بر هفت ازش چی کنین؟ مشترک بگیریم. مثلا یک بر دوی بر هفت مشترک گرفته شوه باز میشه چند؟ دوی بر هفت گرفته شوه یک منفی آی میمونه. سیز مزدویش ضرب میکنین در صورت مخرج یک مثبت آی و بالا هم یک مثبت آی، یعنی به شکل در صورت مخرج ضرب میکنین که مساوی میشه. بالا مثلا دوی بر هفت است، بالا که بره هفت بر دو میشه دوستای عزیز، هفت بر دو ضرب چند میشه؟ هفت بر دو ضرب یک جمع آی. پایین که ضرب کنیم مطابقت وره ضرب میشه، ای مربع یک و آی مربع هم یک میشه به شکل این اردوش یک است. پس اینجا اردو که دو شود دو امرای دو ضرب میشه، میگیم هفت بر چار آی یک جمع آی، دمی اردو ضرب میکنیم میشه هفت بر چار جمع هفت بر چار آی. این عبارت است معکوس ضربی امی ماتریکسی است که به ما شما داده شده، یعنی معکوس ضربی شما شما چی کردیم؟ به دست آوردیم. سیز این در چار به شما حلقه میکنیم. سوالش زیاد است، دیگه سوالان به شکل زیاد در کنکورای وقت آمده. سوال چهارم که آمده دوستای عزیز، سوال چهارم باسم یک معکوس ضربی را خواسته، گفته دوی بر هفت منفی سی و چار بر یکصد و نوزده آی و معکوس ضربی را خواسته. معکوس ضربی را خواسته دوستای عزیز. معکوس ضربی یه عدده که ما شما به دست میاریم دوستای عزیز، اول ما شما پیشترم گفتیم که به خاطر دریافت معکوس ضربی ای عدد ما شما عددش چی میکنیم؟ ضرب میکنیم. عدد ضرب میکنیم، میگیم که عدد از 119 را میبینیم که اول اختصار میشه یا نمیشه. 119 است دوست عزیز، میبینیم که بالای 7 مثلا اگه مشترک گیری کنیم میشه یا نمیشه. سیز اختصار میشه یا نمیشه؟ خب اول دوستای عزیز کمی میتونیم که ایره ساده کنیم، اختصارش کنیم. این سوال میبینیم مثلا میگیم دو هفت چارده است سیستم و اینجا هفت عبده یا دو عبده سی و چار میشه، هفت عبده که از دوستای عزیز یکصد و نوزده میشه، یعنی دوی بر هفت منفی دوی بر هفت آی میشه دوستای عزیز. سیز که این سوال ما شما در بالا هم حل کردیم، ببینین سوالمو سوال است دوی بر هفت منفی دوی بر هفت آی و این سوالم به مو شکل است، یعنی اول اختصار شد و بعد از اون عالم میگیریمش معکوسش میکنیم که معکوس زیره پیدا کنیم پیشتر هفت بر چار جمع هفت بر چار آی به شکل، یعنی همو پیشتر که چی رقم حلش کردیم این سوالم به مو شکل حل میشه و جوابش به دست میه. میریم دوستای عزیز سوال پنجم. سوال پنجم کار میکنیم که در بخش اعداد مختلط آمده. نشته که دوستای عزیز که زید مساوی میشه به دو جمع سه آی و از ما شما معکوس چیشه خواسته؟ معکوس ضربی نه جمعیشه ای دفعه گفته. دوستای عزیز معکوس جمعی دو عدد عبارت از عددی است که با هم جمع شوند صفر شوند، یعنی اگر ما بگویم 4 معکوس جمعیش میگی منفی 4، چرا جمعش کنی جوابش چی میره؟ جوابش صفر میشه، یعنی جمعی با اونا را میتا. حالا اینجا دوستای عزیز وقتی برتون میگم معکوس جمعی هر حدش میگیرین علامش تغییر میتین تا زد یکی دیگه شون و جوابش باز چی برای صفر برای، بس منفی رو ضرب میکنیم میگه منفی دو و منفی سه آی عبارت از معکوس جمعیش است که اردوشان جمع شد و جوابش صفر میشه، به مخاطر برش میگن معکوس جمعی یکی دیگه هستن. میریم دوستای عزیز سوال دیگر کار میکنیم. سوال ششم.
سوال ششم به ما شما گفته که زید مساوی میشه به x جمع y i سیز و از ما شما خواسته که قیمت مطلقی زید جمع 6 آیه پیدا کنین. زید جمع 6 آیه سیز ما شما به خاطر از اینکه ایره پیدا کنیم اول خو گفته 6 آیه که تزی جمع میکنین زید ان آی زید مساوی میشه به یعنی زید جمع 6 آی مساوی میشه به زید که از x جمع y آی است جمع 6 آی کنین به این شکل x خودش جمع آی مشترک بگیرین y جمع 6 آی میشه به این شکل. فرمولی چی که از خودم این قیمت نقه که است به شکل A مربع جمع B مربع است، یعنی به شکل فرمول داره، یعنی یک عدد مختلط که با ما شما داده میشه و بگوی که قیمت نقه شو بدست بیاریم به شکل فرمول، یعنی X اینجا A است و Y جمع 6 B است. پس ما شما جوابش راستان گفته میتونیم که جذر A مربع یعنی X مربع جمع B مربع یعنی Y جمع 6 کل مربع به شکل سیز به شکل نشته میکنه و امی عبارت است قیمت مطلقی امی عدد است. در چهار رابع به شکل آمده دوستای عزیز امیر خودش حلقه میکنین به ساده سازی هیچ ضرورت هم نیست سیز. ای بود دوستای عزیز سوالایی که در بخش اعداد مهمی و اعداد مختلط در سال 14 آمده بود و به دست ما آمده بود او رو برتان کار کردم. انشالله سوالایی که شما دارین و امرایتان است و در سال 14 آمده مشکل دارین رو برام روان کنین که به شکل ویدیو جور کنیم و دمی پلیلیست برتان پرتم. وقت خوش، منایتان بخودم.